با سلام عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم برنامه پرشین اوارد، حمیده هستم از تورنتو کانادا. در خدمتتون هستم با یکی از ورزشکاران عزیز کشورمون که نه تنها به عنوان بازیکن افتخارات زیادی داشتن، که الان به عنوان یک مربی بین‌المللی افتخارات زیادی برای کشورمون کسب کردن. ایشون آقای اسفندیار صفایی، بازیکن سابق تیم ملی کشورمون و مربی بین‌المللی حال حاضر. سلام آقای صفایی، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. باعث افتخار و مسرت داشتن شما در کنارمون. بفرمایید یک معرفی کاملی داشته باشین تا ما با سوالاتمون در خدمتتون باشیم. به نام خدا، عرض سلام و درود دارم خدمت شما ستار خانم تک خدایی و تمام بینندگانی که شاهد این برنامه هستن. من اسفندیار صفایی، متولد 10 آبان ماه 1350 در شهر تهران به دنیا اومدم، ولی خب به خاطر شغل پدر در سنگسر مهدیشهر سمنان بزرگ شدم و دوره تحصیلیم کامل در مهدیشهر دوره تحصیلیم تمام شد و بعد از اونم در رشته تربیت بدنی علوم ورزش شروع به تحصیل کردم و تا مقطع دکترا پیش رفتم و خب سابقه ورزشی ما از بد کودکی بوده که تا الان و الانم در حال حاضر من سرمربی تیم ملی آقایون و خانمای هاکی داخل سالن تایلند هستم. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون آقای صفایی، بسیار کامل و جامع. آقای صفایی، ما فهمیدیم که کجا به دنیا اومدید، میشه برای ما بفرمایید که الان کجا تشریف دارید و به چه کاری مشغول هستید؟ من الان در حال حاضر تایلند هستم و با تیم ملی داخل سالن آقایون و خانمای تایلند قرارداد دارم و داریم آماده میشیم برای مسابقات کاپ آسیا و بعد از اونم ایندور گیم آسیا. بله، از کی ورزش شروع کردین آقای صفایی و چرا اصلا از ایران رفتین؟ از اون زورتون، خب در دوران کودکی خب رشته‌های متعددی رو من تست می‌کردم و حالا به حال می‌گشتم توشون، که حالا کشتی، دو میدانی، والیبال، فوتبال و این، ولی خب منطقه سنگسر سمنان یه منطقه کاملا کوهستانی و شرایط اقلیمیش خاص بود و هاکی در اونجا خیلی رونق پیدا کرده بود در سال 63. من سال 64 وارد رشته هاکی شدم به تشویق یکی از دوستان که ایشون الان در حال حاضر داور بین‌المللی هاکی هستن و خب دوره بازیگریمون شروع شد و پله به پله همینجوری اومدیم بالا و تو منتخب شهرمون و یواش یواش هم وارد از سال 68 وارد تیم ملی بزرگسالان شدم و تا سال 81 عضو ثابت تیم ملی بودم و بعد از اون هم دیگه یواش یواش وارد مرحله کار مربیگری شدم و دوره‌های مربیگری درجه 3، 2، 1 ایران رو گذروندم و در ادامه هم لول 1 و 2 و 3 آسیا رو گذروندم و دیگه به صورت حرفه‌ای وارد کار مربیگری شدم. بله، خیلی ممنون. چی شد آقای صفایی که ورزش رو به عنوان حرفه انتخاب کردین؟ آیا تو یک خانواده ورزشی به دنیا اومدین؟ رشته تحصیلیتون صرفاً این بوده یا مشوق خاصی داشتین که در دنیای مطلوبتون بوده و شما رو به هر حال دعوت کرده به این فضا با دوست داشتنشون؟ اگه بخوام صادقانه جواب این سوالتون بدم، من خانواده‌ام مطلقاً اهل ورزش نبودن و شاید هم بگم اصلا تشویقم نشدن برای ورزش و گاهن هم ممانعت میشد از کار من که چرا توی ورزش هستم، چون نگاه متفاوتی بود در گذشته نسبت به ورزش و ورزش رو کلن به عنوان یه چیز وقت گذران و اطلاق وقت میدیدم و طبیعتا خانوادم با ورزش ما مخالف بودم، ولی رو حساب این که خودم حس کردم که اصلا یه علاقه خاصی به این دارم و یادگیریم تو تمام رشته ها خیلی خوبه، چون من
فقط هاکی هم نبود، من خب تو رشته دو میدانی هم توی منتخب آموزشگاه ها در اولین سال المپیاد مسابقات چی المپیاد دانش آموزی در مشهد تو رشته 400 متر با امانه مقام آوردم و اردوی تیم ملی دو میدانی هم دعوت شدم. حالا در رشته فوتبال هم خب تیم منتخب امیدای استان خودمون بودم، استان سلمان، و والیبال و رشته های دیگه. طبیعتا احساس میکردم که انگار ورزش با من عجینه و دوست دارم و طبیعتا علاقم چون به این رشته بود و به ورزش بود ادامه دادم و علارغم این که من تحصیل کرده هنرستان بودم در دوره دیپلم، ولی خب توی انتخاب دانشگاهی رشته تربیت ذهنی رو انتخاب کردم و دیگه وارد این بحث علمیش هم شدم و که تا حالا تونستم، حالا به هر حال سعی کردم که اگه موندم بهترین باشه. آقای صفایی، شما به عنوان کسی که در ایران بازیکن بودین و بسیار موفق و هم در رشته به هر حال به عنوان مربی زحمات زیادی کشیدین و الان خارج از ایرانم به همین شغل به هر حال مشغولین و مربی هستین اونجا، هم اینجوری که با هم دیگه صحبت کردیم، فضای داخل و ایران و خارج از ایران چجوری میتونیم ارزیابی کنین از لحاظ ورزشی؟ چه فرقی با هم دیگه دارن آقای صفایی با هم دیگه؟ ببینین، خب این قیاس یه قیاسیه که باید از زاویه‌های مختلف بهش نگاه کرد. من نمیتونم صرف این که مثلا بگم ایران با تایلند چه جوریه یا ایران با فلان کشور چه جوریه، ولی کلا خب متد و سیاست گذاری در ورزش هر کشور بر اساس اون دیدگاه دولتشه و خب طبیعتاً گاهی نگاه ها خیلی فراتر از اون چیزی که انتظارش داریم و گاهی نگاه ها محدود میشه به یه حد مشخصی. طبیعتاً من نمیتونم زیاد براتون اینو قیاس بگیرم، ولی من احساس میکنم که توجه به ورزش شاید در خارج از ایران بیشتر از داخل کشور هست و نگاه بعضی ها نسبت به ورزش فقط به عنوان صرف این که بتونن یه بُعد تبلیغاتیش رو استفاده کنن و این طبیعتاً یه مقدار اون رسالت اصلی ورزش رو خدشه‌دار میکنه، ولی در کل مجموع میخوام بگم که نگاه متفاوته. نگاه داخل شاید نگاهیه که بیشتر بحث این که خود طرف باید تلاشش رو بکنه و خود طرف باید از خودش مایه بذاره و مسیر رو برای خودش هموار کنه بتونه برسه به اون نقطه‌ای که انتظار داره از خودش. ولی خارج از ایران حالا چند جایی که من بودم احساس کردم که مسیر هموار میشه و حالا مخاطب میخواد که این مسیر رو بره و خودش رو برسونه به اون نقطه که حالا مد نظر هستش. آقای صفایی، اون شور و هیجانی که تو بچه های ایران، تو ورزشکارای ایران شما به عنوان مربی دیدین و ما ازش سراغ داریم، آیا تو بچه های خارج از کشورم میبینین اون شور، اون آتش، اون هیجان تو بچه های اونجا هم دیده میشه مثل ایران؟ ببینین، خب طبیعتا هر کسی اون حس ناسیونالیست نسبت به کشور خودش و ملیت خودش، پرچم خودش و حالا این آیتم های مختلف انگیزشی رو داره. نمیشه گفت که مثلا ایرانی بیشتره، تایلندی کمتره، پاکستانی بیشتره، فلانی کمتره، نه. ولی در کل مجموع میخوام بگم من چون کار کردم با دو قشر مختلف، یعنی هم با بچه ایران 8 سال 9 سال کار کردیم برای اینکه برسیم به اون هدفمون و الانم دارم با بچه های تایلند کار میکنم، نمیخوام توهینم به کسی بشه، ولی احساس هم اینه که اون انگیزه و اون عرق و اون حالا تعصبات بچه های ایرانی ما به مراتب بالاتره و اصلا گاهی من نمیتونم قیاس بگیرم اونو با جایی دیگه و چون کار کردم با بچه هم و چون تو رشته ای هم بودیم که زیاد به ما توجه نمیشد، یعنی بوده مالی نبود که من بگم به خاطر اینکه چون شارژ میشیم طرف انگیزه داره، نه، احساس میکردم که فقط به خاطر همون عرق ایرانی بودنش و همون مسئله حالا تعصبات خاصی که وجود داشت، خب این شور و هیجان تو بچه‌های ما به مراتب بیشتر. چرا با این همه شوری که ما سراغ داریم از بچه‌های ایران، با این همه تلاشی که میکنن، با این همه انگیزه‌ای که دارن، بازم احساس میشه تو خیلی از رشته‌ها ورزشکارای خارج از کشور و کشورهای اروپایی مخصوصاً موفق‌تر عمل میکنن؟ شما در این مورد چی فکر میکنین آقای صفایی؟ بذارید من یه خاطره ای براتون بگم. من سال 85
دستیار آقای مایکل اشمیت، مربی آلمانی، سرمربی تیم ایران. من دستیارشون بودم و خب طبیعتا ما تمریناتمون توی مرکز آکادمی مجموعه انقلاب تهران برگزار می‌شد و اون آکادمی که بود محل تراپیستای آماده جسمانی اینا، عکسای تمام ورزشکارای ایرانی اونجا نصب شده. ما یک بار با هم دیگه رفته بودیم محل تست آماده جسمانی، ایشون این عکس‌ها رو نگاه کرد و به من گفت اینا کیان؟ شما حساب کنید که مثلا از پوریای ولی عکسش بود تا ورزشکارای حالا جدیدی که حالا مثلا آقای دبیر و کشتی‌گیرای ما و وزنه‌بردارای ما. بعد ایشون گفت اینا کیان؟ گفتم اینا همه قهرمانای ما، حالا قهرمانای المپیکن، جهانن. و بعد گفت که چرا شما تو رشته گروهی هیچ عکس اینجا ندارید؟ من نه تیم والیبالی می‌بینم، نه تیم فوتبالی می‌بینم، نه تیم هندبالی می‌بینم، هیچ کدوم نمی‌بینم، همه اینا انفرادیه و تو رشته‌های رزمی و کشتی و حالا تو دیگه. گفتم خب چی بگم؟ گفت من می‌دونم شما توی چیز گروهی زیاد موفق نیستید. گفتم خب شما می‌دونید که خیلی سیاه، ولی می‌خوام اینو بگم که حالا گاهن وقتی خستگی غالب میشه، بعد اون موقع تازه تمام اون چیزایی که تو ناخودآگاه ورزشکار ما هست میاد سراغش، به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده، به خاطر حالا محرومیت‌هایی که داشته و خیلی چیزهایی که اذیت می‌شده در دوران تمرین و مجبور بوده به خاطر اون هدفی که داشته باهاش کنار بیاد. طبیعتاً اینا توی مسابقات اصلی میاد سراغ ورزشکار ما و حواشی‌های بسیار زیادی که معمولا ورزشکار ما درگیر میشن. ما متاسفانه با هم نمیخوایم، یعنی مجموعه یه رشته ورزشی وقتی من نوعی رو به عنوان سرمربی یه تیم میذارم، بقیه نمیخوام بپذیرن که حالا که ایشون اومده ما باش همکاری کنیم، با تیمش همکاری کنیم و برسن به اون نتیجه‌ای که مد نظر هست. طبیعتا کارشکنی تو اینجور جاها خیلی زیاد اتفاق میفته، یعنی ورزشکار ما هم از درون هم از بیرون تحت فشار اون حواشی هست که میتونه اونو بی انگیزه کنه. من چون کار کردم دارم اینو میگم، شاید حالا عوامل دیگه هم باشه، ولی من احساس میکنم که بیشتر این چیزا میاد سراغ ورزشکارای ما و باعث میشه که اون آرامشی که باید داشته باشن در حین مسابقات، اون تمرکزی که باید داشته باشن در حین مسابقات نمیتونن اینو حفظ کنن و طبیعتا بعضی جاها نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. دقیقا همینطوره که شما میفرمایید. آقای صفایی، میتونید به ما بگین که تو ایران کار کردن برای شما راحت بود با تمام محدودیت هایی که داشت، یا در خارج از ایران که باز ما محدودیتی داریم به نام خارجی بودن، شما فکر میکنین راه موفقیت برای یک ورزشکار ایرانی کجا بازتره؟ کجا راه موفقیت برای شما هموارتره؟ ببینید طبیعتاً آدم تو خونه خودش خیلی راحت تره، این یه چیزیه که نمیتونین ازش فرار کنید. و شما وقتی به عنوان یه حالا یه خارجی وارد یک کشور دیگه میشین، نگاه اول نگاه خیلی دوستانه‌ای نیست، چون هیچ رزومه ای از شما ندارن، فقط یه چیزایی که حالا شما به عنوان داکیومنت خودتون دادین و اون رزومه ای که اونا باید مطالعه کنن و بگن خب این شاخص ها رو داره و ما داریم باش کار میکنیم. طبیعتا اثبات خودت برای خارج از ایران، برای اثبات خودت نیاز به یه تلاش مضاعف داری و شاید گاهن این اتفاق نیفته و نتیجه معکوس بده. ولی یه چیزی هست، حداقلش اینه که شما اونجا با غیر از تیم خودتون و اون شف خودتون با کسی در ارتباط نیست و اون حملات و حالا انتقادهای منطقی یا غیر منطقی که به شما میشه طبیعتاً به گوشتون نمیرسه، شاید یه مقدار ریلکس‌تر بتونید کار کنید و به هدفتون برسید. ولی خب کار کردن تو ایران متأسفانه بسیار سخته، بسیار سخته. منم در سوال قبلیتون عرض کردم خدمتتون که ما توی ایران این مشکل رو داریم که دوستا و همکارا، نه همه، شاید بخشی نمیخوام بپذیرن که حالا شما که به عنوان مربی شدیم، حالا انتخاب اون رئیس بوده که شما رو انتخاب کرده، شاید کسی دیگر رو انتخاب میکرد، فرق نمیکرد، در حال حاضر به شما اعتماد کرده، پس باید اون مجموعه به همین شخص اعتماد کنن و کمک کنن تا به اون هدف برسه. ولی متاسفانه توی ایران شما باید با همه مبارزه کنید.
از یه طرف باید تیم رو کنترل کنی، برنامه‌ریزی کنی، متدای کاری تو پیش ببری، آینده چه اتفاقاتی در مسابقات خواهد افتاد پیش بینی کنی و راهکار براش در نظر بگیری. از یه طرف هم باید به اونایی که حالا منتقدن پچ میکنن در گوش ورزشکارتون و و و و اعتمادی به وجود میارن با اونم مبارزه کنی. اینی که خب بالاخره هر دو تا سختی خودش داره، ولی من احساس میکنم کار کردن تو ایران به مراتب سخت‌تره، هر چند وقتی به نتیجه می‌رسی اون لذتش از بیرون بیشتره. به هر حال جامعه ورزشی همیشه و همیشه منتظر یک سری اصلاحات هستن که امیدوارم به هر حال به زودی اتفاق بیفته و خیلی از این دغدغه ها برای ورزشکارای ما حل بشه. آقای صفایی، شما فکر می‌کنین که کشورهای خارجی ما رو به عنوان یک مربی خارجی حمایت می‌کنن؟ اجازه رشد به ما میدن؟ ببینین یه رئیسی که حالا یا یه فدراسیون یا هر چیزی که حالا ما بگیم، یه شفی که وقتی یه نیرویی رو میگیره انتظار بازگشت سرمایه رو داره و اینم توی دنیا هست که ایرانی ها بسیار باهوش و خواستن و اینو همه میدونن و من احساس میکنم اونا خیلی بهتر از ما استفاده میکنن، یعنی خارج از ایران از ایرانی بسیار خوب و مفید استفاده میشه و طبیعتاً جای پیشرفت هم هست. ما خیلی ها داریم، حالا جهت مثال زدن هم اگه باشه میتونیم خیلی ها مثال بزنیم که تو ایران شاید بهشون توجهی نشد ولی وقتی رفتن خارج از ایران اون کشوری که اونا رو جذب کرد اینقدر خوب تونست از این نیرو استفاده بهینه بکنه که ورزش خودش رو ارتقا داد و نسبت در سطح المپیک هم مطرح بشه و حتی تو مسابقات جهانی هم مقام بیاره. این طبیعتاً اون اینو برای ما تداعی میکنه که میتونه کسایی که لیاقت اون حالا اون شایستگی و لیاقت اون رشته رو داشته باشن طبیعتا میتونن لایه ترقی رو خارج از ایران پیدا. آقای صفایی، اگه به گذشته برمیگشتین دوباره این رشته رو انتخاب میکردین یا دوباره تو این مسیر قدم میذاشتین؟ من اگه به گذشته برگردم اصلا وارد ورزش نمیشم. واقعیتش. چون من رشته مهندسی ریختگری هم قبول شده بودم. مهندسی که میتونست خیلی برای من ساز باشه. بدون اینکه تمام وجودم درگیر بشه. ولی خب اگه برگردم مطمئن باشین تو ایران و تو ایران هم باشم دیگه ورزش رو انتخاب نکنم. آقای صفایی، اگه بخواین یک جمله به جوونامون بگین اون جمله چیه؟ تکیهشون بر لیاقت و شایستگی خودشون باشه و همینو پله ترقی خودشون کنن که وامدار کسی نباشه. تو زندگی حرفه‌ایمون آقای صفایی خیلی شکست‌ها رو هممون تجربه کردیم، خیلی پیروزی‌ها داشتیم، اشک‌هایی برای شکستمون، فریادهایی از سر خوشحالی برای پیروزیامون. آقای صفایی، این لحظه ها رو قطعا و یقینا شما تجربه کردین، اینا چه درسایی براتون داشته؟ اینا چه راهی رو براتون باز کرده؟ چه درسایی از این شکست ها، چه درسایی از این پیروزی ها گرفتین؟ شاید اگه بگم که اینا باعث این شد که من مثلا راهم هموارتر بشه و شناخت کامل تری پیدا کنم، شاید مثلا یه نقطه کلیشه‌ای باشه و همه میگن، ولی برای من واقعا این اتفاق افتاد. یعنی تمام جاهایی که به هر دلیلی من اون نتیجه که مد نظرم بود و از قبل اونو پیشبینی کرده بودم و پلان‌ریزی کرده بودم که برای اینکه به اون برسم نمیرسیدم و شکست برای من به وجود میومد، من سریعا برمیگشتم فلش‌بک میزدم به اون برنامه خودم که کجای کار من میتونستم یه تغییرات ایجاد کنم که این نتیجه که الان بهش رسیدم نرسم و این نتیجه بهتری به دست بیارم. طبیعتا من احساس میکنم اگه کسی شکست نخوره هیچ وقت به پیروزی نمیرسه و اگه کسی هم بگه من بدون شکست هم پیروز شدم، به نظر من باید یکم شک کرد به این گفت. آقا صفایی، بهترین درسی که از زندگی ورزشتون گرفتین چی بوده؟ سخت کوشی. یعنی وقتی هدفم همیشه باید برای من انقدر محترم باشه و انقدر اهمیت داشته باشه که بعضی از حواشی ها نتونن منو ازش دور کنن و تمرکز منو به هم بزنن.
البته من نمیخوام بگم که از هر ابزاری استفاده کنم برای اینکه به هدفم برسم، اما من صحبتم سلامت کاره. اگه توی کارم سالم باشم طبیعتا سعی میکنم که این اتفاق تو مسیر کاری بیفته. اگر شما میتونستین تو دنیای ورزش یک چیز رو عوض کنین، فکر میکنین اون یک چیز و مهمترین چیزی که برای شما اون چی بود که احتیاج به تغییر داره؟ مدیرای ورزشی رو عوض میکنم. یعنی مدیرایی باید باشن که خودشون لمس کرده باشن ورزش، خودشون فهمیده باشن ورزشی، تحصیل کرده های با تجربه ورزشی باشن. ما متاسفانه مدیریت های ما باعث میشه که ما به اون هدفمون نمیرسیم. چرا؟ چون مدیر نمیتونه حرفای شما رو درک کنه، نمیتونه شما به عنوان مربی، ورزشکار، داور یا هر چیزی وقتی میرین صحبت میکنین از مشکلاتت، از چیزایی که میخواین میگین، نمیتونه متوجه بشه، درک نمیکنه اصلا شما چی میگین. یعنی فقط نگاهتون میکنه و شما میگین و اون تو ذهن خودش و اون حالا تخصص خودشه و طبیعتاً این با هم دیگه مچ نیست. من اگه چنین شرایطی به وجود بیاد، من سعی میکنم که ورزشی ها تو ورزش، حالا پزشکا توی پزشکی، هر کسی سر جای خودش باشه. اون موقع طبیعتاً همه خیلی راحت‌تر میتونن که با هم دیگه ارتباط داشته باشن، بهتر هم دیگه درک میکنن. و این آرزویی که هممون داریم که تو کشورمون شایسته مداری بشه و این اتفاق امیدوارم که یک روزی بیفته. آقای صفایی، جایگاه بانوان رو در بازی های قهرمانی شما جایگاهشون چطوری میبینید؟ ببینین، بانوان ما دست و پا بسته دارن شنا میکنن و من احساس میکنم که خیلی جای کار داره و اصلا کار نشده بارشون. اگه ما یه بانویی داریم که بانوانی داریم که حتی رسیدن تا المپیک و حتی رسیدن به جهانی، این چیزی بوده که خودشون خواستن و خواستنشون رو به توانستن تبدیل کردن، یعنی این فعلیت خودشون به وجود آوردن. ما خب با توجه به حالا پروتکلایی که داریم و طبیعتاً هم باید ازش تبعیت کنیم، محدودیت هایی برای ما به وجود آورده که این محدودیت ها منصفانه نیست در رقابت های بین ما. برای ما شرایطی به وجود آورده که در توی مسابقات بین المللی ما در شرایط یکسان با رقیبامون نیست و این حالا من نمیخوام جایی رو زیر سوال ببرم، ولی بحث اینه که ما الان اگه یه بانوی میرسه به در سطح بین المللی و میرسه به جایی که حتی میتونه مقام بیاره توی المپیک یا مسابقات جهانی، اینا بسیار باید مورد احترام قرار بگیرن، بسیار مورد احترام قرار بگیرن، چون واقعا کار سختی رو انجام دادن. به خاطر اینکه ما حالا به خاطر مسائل عرفی، شرعی و حتی مسائل خانوادگی و چیزهای دیگه هم که هست و محدودیتایی که حتی خانواده برای فرزند خودش، برای فرزند دختر خودش قائله، طبیعتاً کار کردن برای دختر ما به ورزش بسیار سخته و البته خب وزارت ورزش هم در حد یه معاونت داره ورزش با آنمون رو مدیریت میکنه و این کافی نیست. ما اگه بحث مساوات و برابری مطرحه، اون موقع باید ما برای بانوانمون در سطح یه معاونت بسنده نکنیم و اونا هم اصلا کاملا یه سیستم همسان با آقایون داشته باشن. ولی خب به نظر من خیلی جای کار داره، خیلی جای کار. آقای صفایی عزیز، آیا شخصی تو زندگیتون بوده که شما رو در مسیر شخصی که الان هستین، آدم موفقی که الان هستین، هدایت کرده باشه و اگر هست الان چه پیامی برای ایشون دارید؟ ببینید، به هر حال دوره‌های مختلف و شرایط‌های مختلف آدم‌های مختلفی تو مسیر آدم قرار می‌گیرن که باعث میشن که انگیزه بهتون بدن، هولتون بدن تو اون مسیری که باید بریم و طبیعتاً نمیشه اسم همه رو آورد. ولی اون چیزی که بیشتر منو تو این کار حالا موفق کرد و مسیر رو برای من بهتر باز کرد، من میتونم بگم که همسرم بود. به خاطر اینکه ایشون این شغل حرفه‌ای منو پذیرفت، نبودن منو به مدت زمانهای طولانی توی اردوها، توی خارج از کشور و مسابقات این منور اینا رو پذیرفت و بار مسئولیت زندگی رو به دوش کشید که من بتونم تو کارم با یه فکر آزادتر
اون پلاهای ترقیم رو پی کنم. طبیعتا ایشون میتونه کسی باشه که باعث رشد من شده و باعث این شده که من بتونم به اون هدفم که حالا تو ذهنم بوده برسم. واقعا سلام و درود داریم به بانوان عزیزی که در این راه به هر حال ورزشکارای ما را همراهی میکنن، یا آقایونی که به عنوان همسران صبوری میکنن. آقای اسفندیار صفایی عزیز، ممنون بابت وجود پرمهر و ارزندتون. افتخار دادید امروز همصحبتی با شما برای ما غنیمتی بود. اگر حرفی به عنوان حرف آخر دارید در خدمتون هستم. من ممنونم از شما و مجموعه‌ای که این کار شروع کردین و کار جدید و بدی هستش. طبیعتاً چالش های پیش رو خواهید داشت، امیدوارم که تو کارتون موفق باشین و از این که حالا به حال یه مجموعه ای بر این هست که حالا نفرات ایرانی که چه داخل یک کشور چه خارج کشور هستن و بیشتر نمود کنه و بیشتر معرفی کنه، خب این جای تقدیر و تشکر داره و امیدوارم که صحیح و سالم و تندرست و دلشاد تو کارتون موفق و معید باشین. متشکرم از وقتی که برای من گذاشتید. ما قدردان زحمات شما هستیم. از تمام دنیا ورزشکارای ایرانی قدردان زحمات به هر حال پیشکسوتان و کسانی که دارن تو این عرصه به سختی به هر حال فعالیت میکنن، قدردان زحمات شما هستیم و خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو برای ما قرار دادین. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و همه بینندگان عزیزمون، خدا نگهدارتون و آرزوی موفقیت‌های بیشتر.